سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. کامبیز دیرباز، متولد 12 شهریور 1354 در تهران، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته نمایش از دانشگاه آزاد تهران مرکز می باشد. او 2 سال آخر هنرستان رو گرافیک خواند تا دیپلم بگیرد. اما علاقش به بازیگری و سینما آنقدر زیاد بود که در فوق برنامه های هنری هنرستان شروع به فعالیت کرد و در نهایت کنکور هنر داد. او در این باره در مصاحبه گفته: 2 سال قبل از اینکه دیپلم بگیرم احساس می کردم که باید در مورد تحصیلات دانشگاهی خودم تصمیم گیری کنم. به همین جهت 2 سال آخر هنرستان برای گرفتن دیپلم رشته الکترونیک خوندم، اما به دلیل علاقه زیادم به سینما شک نداشتم که باید رشته بازیگری رو انتخاب کنم. به همین جهت کنکور دادم و قبول شدم و به دانشکده رفتم. من همیشه سعی داشتم از تمام بازیگران ایرانی چیزهایی یاد بگیرم. به همین دلیل فیلم‌های همکارانم رو می‌بینم. اما راستش رو بخواید در عالم بازیگری الگوی خاصی نداشتم و هر فیلمنامه‌ای که انتخاب کنم خودش برام الگو میشه. کامبیز دیرباز در سال 76 با تئاتر سیاوش خانی اولین تجربه بازیگری خودش رو آغاز کرد. اولین فیلم سینمایی که کامبیز دیرباز در اون نقش آفرینی کرد، فیلم دختران انتظار در سال 78 بود. میتوان گفت به دلیل نقش آفرینی بسیار عالی کامبیز دیرباز در فیلم دختران انتظار، محبوبیت نسبی در بین مردم پیدا کرد. او در این فیلم در کنار بازیگرانی مثل نیکی کریمی و پارسا پیروزفر به ایفای نقش پرداخت. این فیلم داستان پسری به نام سام رو روایت میکنه که برای پرداخت بدهی خود تصمیم میگیره با دختر دانشجویی به نام روشنک به صورت سوری ازدواج کنه تا بتونه از وام ازدواج دانشجویی بهره‌مند بشه و مشکلات خودش رو حل کنه. کامبیز دیرباز در سال 78 با آژانس دوستی در یک نقش فرعی وارد قاب تلویزیون شد. سپس سریال همسر در سال 79 و رستوران خانوادگی در سال 80 رو بازی کرد و در نهایت با سریال تب سرد در سال 83 در کنار شهاب حسینی دیده تر شد. کامبیز دیرباز بعد از بازی در فیلم دختران انتظار و نغمه در سال 82 برای بازی در فیلم سینمایی دوئل انتخاب شد. او برای بازی در این فیلم تونست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو از جشنواره فیلم فجر دریافت کنه. اما عمده شهرت او در فیلم اخراجی‌ها ساخته مسعود دهنمکی محصول سال 85 در نقش جواد سوزوکی بود. کامبیز دیرباز در سکوت خبری و به دور از هر گونه رسانه‌ای در سال 87 ازدواج کرد. خبر ازدواج کامبیز دیرباز از تبریک پژمان جمشیدی در صفحه اینستاگرامش بازنشر شد. 29 اردیبهشت ماه سال 93 بود که کامبیز دیرباز با انتشار عکسی خبر از تولد دخترش نیاز رو داد و از تولد دخترش به عنوان بهترین هدیه خداوند نام برد. دیرباز علاقه ویژه‌ای به داشتن فرزند دختر داشت و با تولد دخترش مهمترین آرزوی زندگیش برآورده شد. و به گفته خودش اگه میدونست که فرزندش دختره سالها پیش بچه دار میشد. او در این باره گفته: همسرم رو در رشته ادبیات نمایشی در همون دانشکده‌ای که درس میخوندم دیدم. چند سالی است که همسرم ترجیح داده به عنوان معلم فعالیت کنه. با وجود اینکه معلمی کار سختیه، چون به این کار علاقه داره صبورانه تحمل میکنه. او همیشه در انتخاب نقش به من مشورت میده و حالا از منتقدان سرسخت من هم هست. دور بودن از خانواده‌ام برام سخته. مخصوصاً دور بودن از نیاز دخترم واقعاً برام عذاب‌آوره. نیاز تبدیل به انگیزه‌ای برای ادامه زندگی من شده. رسیدگی به امور خانواده‌ام همیشه اولویت‌های من بوده. کامبیز دیرباز دلیل بازی در کارهای بد رو اینگونه شرح داد: تنها راه معاش بسیاری از ما بازیگران همین هنرمون یعنی بازیگریه. و ممکنه بعضی وقتها فشار اقتصادی زیاد بشه و مجبور به پذیرش کارهای بد بشیم که شاید اصلا دلمون نخواد هیچگاه در اون بازی کنیم. وقتی 29 سالم داشت تمام میشد و به 30 سالگی میرسیدم، حس و حال خوبی نداشتم و مدام به خودم میگفتم از فردا دیگه نمیتونم بگم 20 و چند سال دارم و باید بگم که 30 و چند سال. یعنی با وجودی که فرقش فقط یک شب بیشتر نبود، اما عوض شدن دهه زندگی این حس رو در من به وجود می آورد.
همونقدر که اون شب شب خاصی بود، در 3-4 سال آخر دهه 30 بی صبرانه منتظر بودم به 40 سالگی برسم و خیلی خیلی خوشحالم که 40 سالگیم همراه شد با پدر شدنم، همراه شد با پخته تر شدن و یک آرامش همراه با عقلانیت که همین حالا خدا رو شکر در زندگیم جاریه. بازیگری برای من یک کار خاص و دوست داشتنیه که سعی کردم از تمام بازیگران یاد بگیرم. همیشه سعی میکنم خون سردیم رو به نوعی حفظ کنم، زود عصبانی نشم و تحت تاثیر شرایط قرار نگیرم. با وجود اینکه گرفتاری ها و دغدغه های زندگی گاهی آدم رو از کوره در میبره، اما سعی میکنم این اتفاق برام کم رخ بده. چون ما چه بخوایم چه نخوایم به نوعی الگوی جامعه به شمار میریم و حرکت هامون زیر ذره بین قرار میگیره. طی چند سال اخیر تصمیم گرفتم آموزشگاه بازیگری رو در شهر رشت دایر کنم و در طول این مدت بیشتر وقتم رو به تدریس میپرداختم. تجربه تدریس برای من بسیار شیرین بود. این روزها بیشتر از هر چیزی دغدغم انسان بودن هست. سعی میکنم در شرایط فشارهای اقتصادی و ترافیک و چیزهای دیگه زود عصبانی نشم و خون سردیم رو حفظ کنم، چون خانواده 80 میلیونی دارم که کارهای من رو دنبال میکنن. کامبیز دیرباز در مرداد ماه سال 97 به جمع هنرمندان رستوراندار پیوست. او حالا در جردن تهران، خیابان گلفام، صاحب کافه رستوران باس میباشد. کامبیز دیرباز تا کنون موفق به گرفتن یک سیمرغ بلورین برای نقش مکمل بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم فجر در سال 82 برای بازی در فیلم دوئل به کارگردانی احمد رضا درویش بود. اما مدتی پیش جنجال بگومگوی بین ریحان پارسا و کامبیز دیرباز در صدر خبرهای فضای مجازی قرار گرفت. ماجرا از این قرار بود که کامبیز دیرباز با یکی از تلویزیون‌های اینترنتی مصاحبه‌ای داشت و در جریان این مصاحبه مجری برنامه از کامبیز دیرباز درباره بازیگری پردیس پورعابدینی می‌پرسد. دیرباز در پاسخ به سوال مجری که پرسید آقای اونقا قرارداد سفت و سختی با پردیس پورعابدینی بسته تا ماجرای ریحان پارسا تکرار نشه، اینطور گفت که قراردادش رو در سر سفره‌ای که بزرگ شده بسته. پورعابدینی یک آدم خانواده دار هست. به نظرم راه درست را در پیش گرفته. او بازیگر و دختر خوبیست و جوزده نمی شود. تا اینجا هم نشده و اگر قرار بود جوزده بشه تا الان شده بود. همین اظهارات کامبیز دیرباز بود که ریحان پارسا رو به واکنش واداشت. او ابتدا عکسی از کامبیز دیرباز در سریال آقازاده رو منتشر کرد و در زیر اون این متن رو نوشت: یتیمان، اسیران، فرزندان طلاق، من رو ببخشید. قلب شما اگر بشکند من مقصرم. من که با افتخار همه جا بیمهری پدر و ترک کردن مادرم رو فریاد زدم، اما پای وجود پرتقصیرم از هر پدری مردانه تر و از هر مادری مهربان تر ایستادم که خود تناب دار برای امروز خود بافتم. من از اشک شما شرمسارم که امروز این وقیح گستاخ از چشمان شما به صورتتان روانه کرده. من باعث اشک و شرم پر از شرف چشمهای شما شدم. این من بی خانواده یاقی را بابت نفس کشیدنش ببخشید. این اظهارات ریحان پارسا و رو در روی او با کامبیز دیرباز دنبال کننده های اونها رو به واکنش های متفاوتی واداشت، تا اینکه کامبیز دیرباز با انتشار یک استوری قائله ای که به راه افتاده بود رو ختم کرد. او در استوری خود اینطور نوشت: سلام عزیزان، همراه پویا در مصاحبه اخیرم ناخواسته باعث آزردن سرکار خانم ریحان پارسا شدم. به شدت از دل شکستن در زندگی هراس داشتم و خواهم داشت. از همینجا صمیمانه از ایشون عذرخواهی میکنم و خدای خوبی‌ها رو شاهد میگیرم که عمدی در دل نداشتم. خواهرم، دخترم ریحان، من رو ببخش. اما این تمام حواشی کامبیز دیرباز نبود. این بازیگر سینما و تلویزیون که در فیلم خروج ابراهیم حاتمی کیا ایفای نقش کرده بود، در نشست پرسش و پاسخ این فیلم سینمایی با لباسی حاضر شد که عکس بهروز وثوقی روی اون چاپ شده بود که بازتاب گسترده‌ای رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. او در مجموعه‌های تلویزیونی آژانس دوستی، تب سرد، نابرد رنج، میکائیل و گاندو و همچنین در شام ایرانی، رالی ایرانی و شب‌های مافیا در نقش خودش بازی کرد. همچنین در سال 99 در سریال موفق ایرانی آقازاده نقش کلیدی در کنار امیر آقایی، امین تارخ، مهدی سلطانی، نیکی کریمی و جمشید هاشمپور ایفا کرد. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید.
و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد بدرود.